نشست سازمان ملل در دوحه برای تعامل با طالبان غایبان بزرگی داشت. در این نشست نه طالبان حضور داشت و نه مخالفان سیاسی این گروه. اما چه کسانی از افغانستان به این نشست دعوت شدند و چه بخش از جامعه افغانستان را نمایندگی کردند؟ گزارشی ببینیم از همکارم سیار کاکر. تغییر در نمایندگی از افغانستان. به نظر می رسد جهان روی نسل نو و چهره های جدید در افغانستان حساب باز کرده. ظاهراً اعتماد به رهبران حزبی و قومی کمتر شده. در نشست دوحه سازمان ملل از این رهبران دعوت نکرد. تقریباً یک نیروی جوان با فکر متفاوت در اینجا به نمایندگی از افغانستان حضور داشت. اما در مورد آنها چی می دانیم؟ شاگل رضایی از ساکنان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی و فعال حقوق زنان است. او نماینده مردم در مجلس نمایندگان و عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین بود. محبوبه سراج متولد کابل و از فعالان حقوق زن است و نهادش برنده جایزه بین المللی برابری جنسیتی فنلند شده است. میترا مهران زاده بدخشان از مدافعان حقوق زنان و فعال اجتماعی است. او عضو فعال کارزار مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان نیز است. لطف‌الله نجفی‌زاده در کابل به دنیا آمده و رئیس تلویزیون آمو است. او از چهره های برجسته رسانه‌ای افغانستان در سالهای پسین است. لطف‌الله برنده چند جایزه خبرنگاری شده و فیض محمد زلاند متولد ولایت پکتیکا است. او فعال سیاسی و استاد دانشگاه است. تجربه تدریس و فعالیت های سیاسی دارد. برخی ها دعوت از این چهره ها را تغییر نسلی و تابو شکنی می خوانند. در سیاست افغانستان سنت معمول این است که در نشست های کلان کشوری همواره رهبران جهادی، سیاستمداران کهنه‌کار و بزرگان قومی دعوت شوند. افغانستان کشور است که بیش از 50% جمعیتش زیر سن 25 سال قرار دارد. به نظر می رسد از دید جهان زمان آوردن یک نسل جدید فرا رسیده که از این کشور در کنار اداره حاکم نمایندگی کند. سیار کاکر، لندن.